سلام جمعه 20 فروردین 95 8 اپریل 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه رئیس انجمن قطع سازان استان خراسان رضوی اعلام کرده که در طی سال گذشته 2000 کارگر قطع ساز در این استان بیکار شد علت اصلی اون هم این است که کارخانجات خودروسازی به خصوص شرکت سایپا تعهدات و بدهی های مالی خودش رو به شرکت های قطعه ساز نپرداخته و اونها هم ناچار از کم کردن پرسنل شدن مدتی است که کارخانجات خودرو سازی کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم دچار مشکل فروش محصولات شدند یک بار هم دولت وام مفصلی رو تصویب کرد که برای خرید خود رو داده بشه مقداری کارخانجات رونق گرفتند اما مجددا در بحران به سر میبرند کارخانه چینیالات و بهداشتی محصولات ساختمانی چینی و بهداشتی یه صدف در آباد استان فارس از اول همین سال 95 چهل کارگر رو اخراج کرده که دیروز یک تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری آباده داشتند. کارگران نشکر هفت تپه هم که بارها تجمع اعتراضی داشتند در دیروز به دلیل اینکه کارفرما تعهداتی رو که قبل از سال کرده بود انجام نداده در خصوص مطالبات مزدی کارگران دوباره دست به تجمع اعتراضی زده موضوع دوم این که در شهروند آمریکایی لبنانی یعنی نزار زکا که کارشناس کامپیوتر هست و به دعوت معاون رئیس جمهور ایران خانم ملاوردی برای کنفرانسی در تهران به ایران آمده بود بیش از دویست روز قبل در شهریور ماه گذشته توسط سپاه در واقع ربوده شد و نزدیک به دو ماه بعد سپاه تازه قبول کرد که او رو دستگیر کرده این زندانی در پیام صوتی که از زندان به بیرون داده از مقامات لبنان خواسته که برای آزادی او تلاش کند. او گفته که 21 روز دوم اپریل این پیام رو داده بنابراین تا امروز میشه 28 روز 27 روزه که در اعتصاب غذا به سر میبره او گفته به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور به ایران رفته اما توسط سپاه ربوده شده امید ولیزاده و عظیمی قدیم دو فعال مدنی در تبریز بازداشت شدن توسط نیروهای امنیتی اما پنج فعال مدنی در اردبیل هم که در مسابقه فوتبال پلاکاردی رو باز کرده بودند که روی اون نوشته بودند عباس لسانی و زندانیان سیاسی رو آزاد کنید به شش ماه و سه ماه حبس محکوم شدند و سی ضرب شلاق که دیروز در زندان این پنج فعال مدنی ضربات شلاق خوردند ناهید گرجی فعال مدنی استان خراسان رضوی هم که به سه سال زندان محکوم شده دیروز به زندان وکیل رفت برای تحمل این حبس در حالی که به دلیل افسردگی شدید مقامات پزشکی نوشتند که او قدرت تحمل کیفر نداره و قبلا هم هشت نماینده پارلمان اروپا نامه ای رو به خانم مگرینی مسئول سیاست خارجی تادیه اروپا در خصوص او نوشته بود موضوع سوم اینکه سومین عضو شورای شهر تبریز هم بازداشت شده به همراه معاون شهرداری و هشت پیمانکار به دلیل ارتشا و توانی در پروژه های شهرداری سایت انتخاب هم که از مدافعین دولت آقای روحانی محسوب میشه در نوشته انتقادآمیزی از نقش آقای نهاوندیان رئیس دفتر آقای روحانی انتقاد کرده و گفته او تبدیل به رحیم مشایی کابینه آقای روحانی شده و در هر کاری دخالت داده میشه اصلاح طلبان لیست 58 نفره ای رو به نام لیست امید برای دور دوم انتخابات معرفی کردند در حالی که در شش حوزه انتخابی هم از دو کاندیدایی که به مرحله بعد رفتن هر دو اصولگرا هستند و اصولا جایی برای اصلاح طلبان باقی نمانده اما قائم مقام وزیر کشور هم اعلام کرده که در خصوص خانم مینو خالقی که در اصفهان انتخاب شد و بعد توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده با تغییرات در صندوقهای رأی و شمارش آرا گفته که با آقای جنتی هم ما مذاکره کردیم ولی فایده ای نداشت و شورای نگهبان رأیش عوض نشد نشریه یالسارات هم که با دستور قوه قضایی تجدید انتشار پیدا کرده دیروز در اولین شماره پس از توقف خودش مجددا اون مقاله سراپا فحش و توهین به خانم ملاوردی رو چاپ کرده و این بار باز توضیحات بیشتر داده و از کار خودش دفاع کرده نیروی انتظامی هم در قهوه خانه های تهران مبادرت به نصب دوربین های مدار بسته کرد. موضوع چهارم اینکه آقای جان کری وزیر خارجه امریکا که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده در بحرین برابر چیزی که مقامات بحرین هم خواستند و اعلام کردند از ایران خواسته که برای پایان دادن جنگ در سوریه و یمن همکاری بکنه پنج عضو دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شدند و داعش به گفته دولت سوریه در شرق دمشق یک کارخانه سیمان رو 250 تا 300 کارگرش رو ربوده و همگی ناپدید شدن کارگران آقای ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل هم طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده که داعش سالیانه نزدیک به 200 میلیون دلار اجناس عتیقه به فروش میرسونه که اونها رو از مراکز غنی آثار باستانی در عراق و سوریه به ترکیه منتقل میکنه و از طریق ترکیه به بازارهای خرید قاچاق مواد اجناس عتیقه میرسونه اما موضوع آخر این که همونطور که در خبر داشتیم که کتاب فروشی تورنجستان به دلیل چاپ فروش کتاب هایی با قلب و روی جعبه کادوها پلم شده دو کاف غنادی هم کاف قنادی فرانسه که بیش از 50 سال سابقه داره و کاف غنادی ورتا هم در تهران درست به همین دلیل که شکلات به شکل قلب یا کادوهای به شکل قلب داشتن توسط اداره اماکن پلم شدن ظاهرا قلب داشتن جرم البته بهانه اداره اماکن این است که این کار به استقبال روز ولنتاین رفتن هستش و ترویج فرهنگ غربی است ولی ظاهرا مشکل اساسی آقایون دوست داشتن به قول شاملو اش را بر دیرک راهبند تازیانه میزند بندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی